سلام من سعید شریفی هم تو این آموزش قراره که نورپردازی شب رو به وسیله ویریسان یعنی سایت نوعی که ما میتونیم یک نورپردازی شب انجام بدیم رو یاد بگیریم بریم سایتر سراغ اصل ماجرا سچریفی بچا ببینید من همچین صحنه دارم اینجا میام توی پرسپکتیو که ببینید این خورشید رو اینجا پاکش میکنم خورشید ندارم میام آسمون رو هم پاک میکنم 8 رو میزنم که انوایرمنت هم بیاد عدد 8 رو کلیرش میکنم حالا میام توی نمای تاپ و میام توی لایت ویری و اینجا یه ویری سان برمیدارم به این شکل ویری هم رو میکشم و یس yes رو میزنم که آزمونش هم توی صحنه من بیاد میام توی نمای فرانت و حالا سانم رو بالا میبرمش اوکی تا اینجا مناسبه ولی اگه الان من میخوام از این صحنه رندر بگیرم رندر من یک رندر روزه خب ویریسان معلومه خورشید رو داره شبیه سازی میکنه ما میخوایم بیایم این کار رو بکنیم که در واقع نورپذی شب رو ما داشته باشیم با ویلی سان. پس میام توی مودیفای سان اولین کاری که میکنم اینتنسیتی مولتی پلیر رو کم میکنم مثلا میذارم روی نقطه 3 و سایز مولتی پلیئر فعلا کاری نداریم باش فیلتر کالر رو هم تعریف میکنم براش مثلا میام یک رنگ آبی رو من اینجا نسبت میدم به حالا سعی میکنم بیشتر آبی باشه تو بنفش بله این رنگ مثلا میتونه رنگ مناسبی باشه حالا اگه من رندر بگیرم از این صحنه دقت بکنید چه اتفاقی میفته از سنه رو دیگه رندر شب رو دارم نوپرزی شب من خیلی مناسب شد حالا من میتونم بیام با اکسپوژر توی لایر خود فریم با فریم میام یعنی تنظیمات رو انجام بدم میذارم مثلا کنتراستم رو تنظیم بکنم میذارم هایلایت برم رو تنظیم بکنم یه یعنی اکسپوژرم اکسپوژر رو تنظیم بکنم که به نتیجه که میخوام برسم اما یه سایه های تیزی هم ما داریم و معمولا نور پردازی شب سایه های نرمتری رو داره یا یعنی نور پردازی ماه نوری که از ماه میاد سایه های خیلی رو ما ازش داریم پس چیکار میکنیم اینجا میایم و سایز مولتی رو هم بالا میبریم مثلا من این رو روی سی میذارمش که منبع خورشید من منبع نور من خیلی سایز بزرگی پیدا کنه و وقتی سایز بزرگ بشه توی ویری ما سایه های نرمتری داریم الان من یک بار دیگه از این صحنه رندر میگیرم که شما متوجه این تغییر بشید اینجا سایه ها رو ببینید کاملا سایه های نرمی رو من اینجا دارم و تونستم یک نورزی شب رو خیلی راحت انجام بدم با وسیله فقط یک ویری سال البته من یه سری نورهای مصنوعی هم اینجا توی صحنه گذاشتم که یه مقدار حس بهتری بده چون حالت اوورراید رندر گرفتم ازش و دقت بکنید اون به این شکل یه سری ویری پرین گذاشتم که تمپرچرش روی 3500 گذاشتم و متبلش روی 300 همشون هم اینستنس هستن که بتونن یک نورپرزی رو به من بدن اگر داخل همین نورپرزی رو داشته باشم خب صحنه من خیلی جذابتر همیشه میشه و در نهایت ما یه همچین خروجی داریم که خیلی راحت میتونیم نورپرزی شب رو هر جایی که خواستیم بر خودمون داشته باشیم شبتون بخیر خدا نگهدار